هنوزم نیومده؟ اومده، تو آشپزخونه است. یه سورپرایز کوچیک، اونم برای تو. بعضی وقتا برام غذا می آورد. اصلا نمیدونم بگم چقدر خوشحال می شدم. تو هم کدایف دوست داری؟ اون نقطه ضعف منه. خیلی ممنون. میدونی سهر، تو واقعا منو سورپرایز کردی. اما مهمتر از اون نقطه ضعف من توی. تو بیشتر از هر چیزی منو خوشحال میکنی. فقط تو. امیدوارم که خوشت بیاد. بی‌صبرانه منتظر شب هستم. چی شد؟ اون که باید گذشتش یادش می اومد، باید یه چیزی یادش می اومد. اون فقط یکم ترسید، همین. اوف. فکر نکنم این کار انقدر آسون باشه. شاید وقتی رفته خونه یه چیزی یادش اومده باشه. بهش زنگ بزنم. نه بابا، نباید این کارو بکنم. اینطوری به هم شک میکنم. این حس اعتماد به یامانو ازت میگیرم سهر جون. مطمئن باش. کدایفو خیلی دوست داشتی؟ یعنی تو بچگیات؟ خیلی. حتی من یه مدتی رو توی شیرینی پزی کار میکردم سر. جدی میگی؟ آره، برام روز خیلی سختی بود. از یه طرف سفارش ها رو باید میرسوندم و از یه طرفم سینی سینی کدایفا رو. میدونی یه هفتم نشده که اونجا رو ول کردم و زدم بیرون. حالا هر چقدر خواسته باشی میتونی بخوری. اونم دست باخته تو رو. البته که هر وقت بخوای من برات میپزم. حالا نوبت تزیینشه. بیا با هم تزیینش کنیم، خوب نیست؟ اما تمام روز سر کار بودی. فرقی نمیکنه، اینجوری تام زیاد خسته نمیشی. خیلی ممنونه. ما همه چیمونو با هم قسمت میکردیم، حتی نونمونو سهر. اونو خیلی دوست داشتی. نوش جونت. من خیلی دوستت دارم. چی شده؟ چیزی یادت اومد؟ اون موقع که تو بیمارستان بودم ازت یه چیزی خواسته بودم. به خاطر من بعد یه چیزی رو میگفتی.
یه هفته تلاش کردی اما نتونستی بگی. خیلی تلاش کردی، خیلی سعیتو کردی اما نتونستی. بعد موقع غذا خوردن یه تیکه از نونو باریدم و دادم به تو. میدونستی که من اونو خیلی دوست دارم. بعد تو چشام نگاه کردی و اون چیزی که تو یه هفته نتونستی به هم بگی رو گفتی. چی بهت گفتم؟ عمو جون، خاله، شما اینجا چی کار میکنی؟ این دیگه چیه؟ خالت برات کدایف پخته آتیش بره. به نظرم خیلی خوشمزه است. میتونم یکم بخورم؟ نه الان نمیشه، بذار یکم راحت بشی. چطور؟ مگه این کدایف خسته شدی؟ نه آتیش بره، شربتش باید خوب جذب بشه، یعنی آماده نیست. فهمیدم. خب کی آماده میشه؟ لازم نیست تا شب منتظر بمونی، تا چند ساعت دیگه که آماده شد خودم بهت میدم. باشه، اما فراموش نکنی. باشه. ببخشید. الو ندیم، من بهش چی گفته بودم؟ اونم بهم نگفت. خاله جون، هنوز شربتش جذب نشده. یکم داغم بود. امشب مهمونی داریم. آبجید منتظر تو. بی خود منتظر منه. بیا اینجا. تو کجا میری؟ ندیم گفته باید به جلسه خیلی فوری برم. با اجازت من باید برم. یکی دقیقه صبر کن. حرفامون ناتموم موند. من تو بیمارستان به هیچی گفته بودم؟ نگفته کنجکاو شدم. واقعا میخوای بفهمی چی گفته بودی؟ یعنی چی بوده که به خاطرش اونقدر تلاش کردم؟ چرا آدم نتونه چیزی رو بگی؟ چون که بعضی وقتا یه حسی تو دل آدم پیدا میشه که آدم اونو میفهمه، اون حس رو خوب درک میکنه، اونم با تمام وجودش، اما از گفتنش خجالت میکشه. تو به من گفتی که دوستم داری. بعد از یه هفته نه، بلکه بعد از ماها که هر لحظه‌شو با هم گذروندیم سحر، برای اولین بار. اگه اینو خودم هم میفهمیدم، بازم شنیدنش از زبون تو لذت دیگه ای داشت. اما تو منو خیلی اذیت کردی. به خاطر اینکه تو رو به این حرف عادت بدم، اون روز چندین بار بهت گفتم که دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم. دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم.
سعی کنید احساساتتون رو مخفی نکنید. بذارید آزاد باشن و با تمام وجود لمسش کنید. خب راسته، شاید این کار در اوائل بهتون یه حس مقصر بودن بده، اما خجالت نکشین، جسور باشین، راحت باشین. باشه اعتراف دیگه. من فکر میکنم یه حسی نسبت بهش دارم. یاسمین وایس، بسه دیگه، باید تمومش کنی. مستقیم میریم خونه. هیچ کس نمیتونه آبجی منو گول بزنه، آخه من بزرگش کردم. خونه من همینجاست، تو هر جایی دلت میخواد برو. یاسمین، گفتم باید بریم خونه. یاسمین یالا بیا اینجا. دارم بهش میگم بیا اینجا. علی، پس اینجوریه. منو چجوری پیدا کردی؟ خدا حفظتون کنه. رضا بیا بریم یه چیزی بخریم، امشب حسابی باید جشن بگیریم. این کارا به گفتن و نگفتن که نیست. فکر میکنی نمیشناسمت؟ نمیدونم تو چی رو دوست داری. تو مدرسه که بودی، وقتی درساتو خوب میخوندی ازم چی میخواستی؟ شیرینه های حلقی؟ امروز هم گفتی میری جشن بگیری، مستقیم رفتی شیرینه های حلقی بخری. کجا داری میری؟ دیگه نمیتونی فرار کنی، باید برام کیک بپزی. هی ماشالله نسلیهان، من طبقه بالا با اون همه لباس درگیرم، تو راحت نشستی؟ داشتم میومدم که دوستم برام یه ویدیو فرستاد، سرگرم اون شدم. زندگیم چقدر جالب شده. یالا زود باش، این چیزا به درد نمیخورن. یالا بریم بالا. باشه میام، خواستم چند دقیقه تفریح کنم اما نه، امکان نداره. سحر، تو آرایش کردی؟ نه، آرایش نکردم، حتما به خاطر هوای گرمی. آروم باش، تو این حرفو فقط پیش خودت گفتی. شکرگزاری به معنای نیایش و سپاسگزاری می باشد. شکرگزاری از خداوند به معنای بیان قدردانی و تشکر از نعمتها و بخشش هایی است که خداوند به ما داده. Oh, my God.
یعنی چی؟ راسته یا دروغه؟ این چیزی که یادم اومد یه خاطره بود؟ یا چیزی هست که تو ذهنم تصورش کردم؟ خدایا من هیچی رو نمیفهمم. من حتی یه ترس خیلی بزرگ تجربه کردم، اما چی؟ چی؟ اگه هر روزم تو جلسه باشه چی؟ سهر، عجله دارم، باید برم. میخوام برم دفتر آقا عزیز. همینجا میمونی، تو خونت، جای دیگه یم نمیری، فهمیدی؟ همین خونم؟ زندون نباشه جناب سرهنگ، پر از نگهبانایی که مراقبم هستن. نکنه تو هم نگهبان جدید منی؟ آره، اگه لازم باشه نگهبانتم میشم. گوش کن، تو هم از این خونه بیرون نمیری، فهمیدی؟ نگران نباش، فکر همه چیو کردم. تو راه که داشتی همش حرف میزدی همین آماده کردی؟ برام راه دیگه این نذاشتی؟ تو فکر میکنی خیلی زرنگی؟ پلیسی دیگه. اما نمیتونی منو اینجا نگه داری. تا وقتی که خودم نخوام کسی نمیتونه منو زندانی کنه. داری چی کار میکنی؟ نمیتونی این کارو بکنی. درو باز کن. دخترم چی شده؟ بهت میگم درو باز کن عوضی. تو اینجوری آبجی تو این خونه نگه میداری؟ آره مامان، چون راه دیگه ای برام نذار. اما تو نگران نباش، من این دختره رو آدم میکنم. نمیتونی اینجا زندانیم کنی. اینجوری نکن دویگو دخترم، این راهش نیست. تو دخالت نکن، نگهداری از دختر تو اونقدرام آسون نیست. آبجیش پلیسه، هرچون بگه همون درسته. تو این کارا اون از من و تو خیلی بهتره، میفهمه، به سبک خودش رفتار میکنه. نگران نباش. منو نمیتونی اینجا نگهداری. درو باز کن. گفتم درو باز کنین. درو باز کنین. گفتم درو باز کنین. اون صداها و جیغا یه دفعه تو ذهنم اومد. تو ذهنم یه تصویر پیدا شد. جلوم یه سگ بزرگ بودی که همش پارس میکرد و دست یکی رو دیدم که اون سگو گرفته بود. نمیدونم کجا بودم و اون آدم کی بود. فقط میدونم که خیلی ترسیده بودم. خیلی خوب، آروم بشین. دیگه در این مورد اصلا حرف نمیزنیم، باشه؟ اما من یه چیزی یادم اومد، نباید در موردش حرف بزنم. شما خودتون بهم گفتین هرچی یادم اومد بهتون بگم، حالا چرا حرف نزنم؟ چون شما فعلا تو یه مرحله خیلی حساسی هستین. خاطرات گذشته باعث میشه شما ضعیف به نظر برسین، واسه یه همینه که خاطرات بدو بیشتر شما به یاد میارین. امکان داره تصویر سازی ذهنتون با شما بازی کنه و حتی این خاطرات بدو تو ذهنتون بسازه و تا اندازه‌ای که شما حتی فرق بین رویا و حقیقت رو نمی‌دونید. باشه. پس حالا که اینطوریه، وقتی شما میگین در این مورد فکر نکنم، منم سعی خودم رو می‌کنم بهش فکر نکنم. معلوم نیست چیزی یادش اومد یا نه. ای کاش میذاشتم اون سگه بهش حمله میکرد و جلوی چشمام تیکه پارش میکرد. شاید اون موقع تو ذهن خالیش یه چیزی یادش میومد.
بازم اومده اینجا؟ کمونده سرم از درد بترکه. خب روز سختی بود، اگه یکم استراحت کنی شاید. بهتون میگم درو باز کنین، درو باز کنین. البته تو این وضعیت یکم سخته. واسه نگه داشتنش راه دیگه ای نداشتم. فکر میکنی چند روز دیگه میتونی تو اتاق نگهش داری؟ نمیدونم، اما فقط اینو میفهمم که ازش دست بردار نیستم. پس وقتی یکم آروم شد برو پیششو باهاش حرف بزن. کلیدا تو همچین مواقع به درد بخور نیستن. چیزی که شما رو در واقع با هم یک جا نگه میداره خونوادتونه. اینو یادش بیار. من با عجله از امارت اومدم بیرون، الان دیگه باید برم. کارای طرف چطور پیش میره؟ در موردش چیزی نگفتین؟ باشه اعتراف دیگه. من فکر میکنم یه حسی نسبت بهش داره. فعلا فقط میتونم بعضی چیزا رو به خودم اعتراف کنم. مثلا؟ بسیار خوب. پس هر زمانی که شما مایل به گفتنش بودین منم میشنوم. خیلی ممنونم. اون یه دفتر خاطراته؟ نه، یه مدت میشه به چیزایی که فکر میکنم مینویسم. نوشتن حالمو خیلی خوب میکنه. خیلی خوبه. منم میخواستم بهتون بگم که دقیقا همین کار رو انجام بدین. میخواستم نظرتون رو در مورد زندگی و اتفاقاتش بدونم. اگه مشکلی نداشته باشه یا چیز خاصی توش ننوشته باشین میخوام یه نگاهی بهش بندازم. چیز خاصی ننوشته، ولی اگه من بهتون اعتماد نداشتم و فکر نمی کردم یه دکتر خوبین، این کارو نمی کردم. خیلی ازتون ممنونم. برای اینکه بتونم این اعتماد شما را حفظ کنم تمام سعی خودم رو می کنم. سر، تو بازم اومدی اینجا؟ آره همینطوری. اما چرا؟ بیا بشین یکم با هم حرف بزنیم. من خیلی نگرانتم. برو تو سهر جون، بشین اونجا عزیزم، خجالت نکش. سر صبحی اومدی اینجا، اتفاق برات افتاده؟ نه چیزی نشده. حتما یه چیزی شده سهر، من خیلی تو رو میشناسم. به هم بگو چی شده عزیزم. درسته که تازه با هم آشنا شدیم، اما من باهات خیلی راحتم. تو رو مثل خواهرم دوست دارم.
تو قلبت خیلی مهربونه عزیزم، دقیقا مثل خودمی. من میدونم که تو چقدر خودتو تنها احساس میکنی، واسه همین درکت میکنم. چیزیو تو دلت نگه ندار، یعنی اگه مشکلی هست به من بگو، شاید بتونم یه کمکی بهت بکنم. سحر جون، وقتی که من و تو با هم بودیم و اون سگو دیدم، همون که حمله کرد، خیلی ترسیده بودم، یه حس خیلی بدی داشتم. خب تأثیرش هنوز از ذهنم نرفتی. فکر میکنم اون ترس خاطره رو تو ذهنم تازه کرد، انگار چیزی یادم اومد. امروزم به خاطر همین اومدم پیش دکتر. چی یادت اومد؟ میخوام بهت کمک کنم، بگو عزیزم، چی رو یادت اومد؟ یه چیزی مثل رویا، اما خیلی ترسناک بود. یه سگ که داشت به هم حمله میکرد، فکر میکنم اگه ولش میکردی که و پارم میکرد. صدای اون سگ هنوزم که هنوز تو گوشمی. دست یکی رو دیدم که اونو گرفته بود، اما نمیدونم دست کی بود. هنوزم وقتی یادم میاد دستم میلرزی. عزیزم، به نظر میرسه یکی این کار رو باهات کرده. سحر، کسی قبلا با یه سگ بهت حمله کرده بود؟ کی میتونه همچین کاری رو بکنه؟ یادم نمیاد، سعی میکنم به یاد نیارم. میدونی اون اتفاق خیلی منو ترسوند، یعنی واقعا من اینو تجربه کردم. این تصویر کدوم بخش زندگی منه؟ کی میتونه این کارو با هم کرده باشه؟ باور کن هیچ کدومشو نمیفهمم. شاید یواش یواش جواب این سوالا رو پیدا کنی. بازم فکر کن، سعی کن یه چیزی یادت بیاد. اما بازم تو باید خیلی مواظب باشی، فاصلتو با آدمای دور و برت حفظ کن. معلوم نیست کی این کارو باهات کرده، شاید نزدیکترین آدم تو زندگیت باشه. سحر جون، هرچی بهت بگن تو همونو باور میکنی، غیر از اینه؟ دور و برم کسی نیست که این کارو باهم کرده باشه، من به همشون باور دارم. اشتباه درکم نکن، من فقط نگران تو هستم. منم تو گذشته به یکی خیلی اعتماد داشتم، اما خیلی خوب این موضوع رو تمومش میکنیم، نمیخوام دربارش حرف بزنم. آقا عزیزم گفت در موردش فکر نکنم. یعنی معلومه که آقا عزیز بهتر از ما میفهمه، اما هرچی نباشه تو یه چیزی از گذشتت یادت اومد، به نظرت لازم نیست دربارش فکر کنی؟ اگه فکر نکنی چجوری یادت بیاد؟ من به آقا عزیز باور دارم، به خاطر اونه که من تا حالا اینقدر خوب شده. هم به خودش و هم به شغلش خیلی احترام میذارم. تصمیم با خودت عزیزم، اما من اگه به جای تو بودم یکم دیگه بهش فکر میکردم. اگه این اتفاق یادت بیاد شاید چیزایی دیگه ایم یادت بیاد. به هر حال این زندگی خودته، اما اینو فراموش نکنی. حتی اگه نتونستی به آقا عزیز چیزی بگی، من اینجا، من دوست تو هستم، هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. تو که میدونی میگن بهترین روانشناس دوست آدمه. خیلی ممنونم. اولا که میومدم اینجا خیلی ناراحت بودم، اما حالا که تو اینجایی خیلی احساس راحتی میکنم. تو حالمو عوض کردی. منم یه دوست خوب پیدا کردم که هیچ وقت نداشتم. آقا عزیز درست گفته بود، ذهنت بیشتر درگیر میشه. یادت میاد سحر جون، اما چیزی که من میخوام همونو یادت میاد. قبل این که دیر بشه باید برم.
باشه، مواظب خودت باش عزیزم. تو هم همینطور. خدافیز. به امید دیدار. میدونم زندونی کردنت کار درستی نیست. حالا این قفل رو باز کردم، اما بهتره به فرار فکر نکنی. اگه از اینجا بریم ولکنت نمیشم، مثل سایه میام دنبالت. تو اینو میفهمی که ما یه خانواده ایم و نمیتونی ما رو ول کنی؟ دیر یا زود اینو خودت هم میفهمی عزیزم. آها، پس میخواین من باهاتون باشم و یه خونواده باشیم؟ آره خوبه، باشه. پس ببینیم زندگی کردن با من چطوره. باشه، خواهیم دید. تو چنگیز بهم خبر داد، نگران شدم و زود اومدم. حالت خوبه؟ چیزی شده؟ به خاطر یه اتفاق اومدم اینجا، اما وقتی به آقا عزیز گفتم گفت نباید در موردش فکر کنم و نباید به خودم فشار بیاره. آقا عزیز درست گفته، پس در موردش حرف نمیزنیم. اصلا لازمم نیست در براش فکر کنیم. امروز در مورد چیزای بد فکر نمی کنیم، باشه؟ بیا بریم، بیا. دویگو دخترم، یه بار برم ببینم تو آشپزخونه داره چی کار میکنه؟ نه کاریش نداشته باش مامان، بهتره بهش فشار نیاری. اگه این کارو بکنیم بدتر میشه. راست میگی، بهتره به حال خودش بذاریم. این صدای چی بود؟ چون نگهبانم آزادم کرد، منم خواستم یکم خوش بگذرونم. نکنه ناراحت شدی؟ حالا که ما یه خانواده ایم، خوبه که تو خونه به هم عادت کنیم، اینطور نیست؟ اما متاسفانه از ظرفای آشپزخونه خوشم نیومد. تو چقدر بی سلیقه‌ای؟ فکر میکنی حالا چند تا ظرف رو شکوندی ما بهت میگیم از این خونه برو؟ بیا هرچقدر میخوای بشکن، هر کاری میخوای بکن. تا وقتی اینجا هستی این کارات فایده ای نداره. Oh.
باشه؟ پس حتما اینم دوست نداری. شاید اینم خوشت نیاد. چیز دیگه هم هست که خوشت نیاد، بگو، اونا رو هم میشکنی. آها، اونجا هم یه دست ظرف خوشگل هست، خیلی گرونم هستن، اگه بخوای میتونی بشکنیشون. اگه اینجوری راحت میشی، آروم میشی، همشو بشکن. فقط این مهمه جایی باشی که بهش تعلق داری، تو خونت باشی. مامان جون نگران نباش، همه چی خوبه. میدونم دخترم، میدونم. میخوای کدوم یکیشو ببینیم؟ اینجا فیلمای رومانتیک و کمدی هم هست. به نظرم این خوبه. نه اون نمیشه، اون فیلم ترسناک خوب نیست. تو فیلمای ترسناک رو دوست نداری و از صدای بلندم میترسی سر. چی شده؟ تو که نمیخوای فیلم ترسناک ببینی، بعدا نمیتونی بخوابی، واسه همین اجازه نمیدم. تو چه جور فیلمی رو دوست داری؟ من هر فیلمی که با تو ببینم رو دوست دارم.